اما یه احتمال دیگه وجود داره، من اینو دوست ندارم. همونطور که عرض کردم خودم وارونه می کنم، حالا من از همه بیشتر میخوام مواظب خودم باشم. من خود پسند میشم، من خود شیفته میشم، من خود مدار میشم، من خود محور میشم، من خود خواه میشم. یعنی حالا میشم سلفیش، حالا میشم نارسیسیستیک، حالا میشم ایگویستیک، حالا میشم گراندیوز خود بزرگ بینم، حالا سلف سنتر میشم. همه چیز از دست همه میگیرم، یعنی من خواب رو از دیگران میگیرم، حق انتخاب تماشای برنامه تلویزیون از همسرم و بچه‌هام میگیرم، حق خوردن غذا رو از این اون میگیرم. چرا؟ برای که من خودخواهم. حالا مردم عادی چی میبینن؟ مردم عادی یه خودخواهی رو میبینند که میبینن همش به دنبال منافع خودش. مثلا من پدر میرم خونه، تلویزیون من دقی عوض میکنه برای که من میخوام ببینم. غذا رو من تصمیم میگیرم کی باید بخورم. کارا رو من تصمیم میگیرم. خب بقیه به من چی میگن از سر نادانی؟ که این آدم چقدر خودشو دوست داره. نه، من از خودم متنفرم. من از خودم متنفرم، اما این بدی و تنفر از خود رو نمیتونم بپذیرم. پس من همه چیز رو از دست همه میگیرم. برام هم اهمیتی اونقدر نداره جز در ظاهر که دیگران راجع به من چی فکر کنن. این که نعره میکشم، این که فحش میدم، این که لگد میزنم، این که به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنم. اون وقت شما که نمیگم قسم از شما نیست، یعنی مردمانی که کم میدونن فکر میکنن که وای این آدم چقدر از خودش مواظبت و مراقبت میکنه. اصلا چنین نیست. این آدم ته وجودش از خودش متنفره. مثالش اینه که یه آدمه که خودشو دوست داره میگه این منم، این بدنشه، این هیکلشه. یه آدمی که خودشو دوست نداره میگه من یه موشم، میگه من یه سگم، که با تو ادبیاتمون داریم. حالا این آدمایی که میگن من موشم دو جور زندگی میکنن. یکی صورت موش، بدبخت و بیچاره و آخر کار غذا بخوره، نوکر همه است، کلفت همه است، همه رو تحمل میکنه، هر کی تو سرش بزنه دلش هم خوشه که مظلومیت مساوی با حقیقت و حقانیت یا پاداش رو جای دیگه میده. دوم، خودخواه و خودپرست و خودپسند میشه، همه رو از دست همه میگیره برای اینکه به خودش برسه و مواظب و مراقبت از خودش بکنه. ولی مردمان سطحی این رو اینگونه میبینن. این در حقیقت یه موشیه که رفته یه پوست شیر یا پلنگ خریده رو خودش گذاشته، حالا به همه حمله میکنه. به جز که ته وجود این آدم ها احساس حقارت، ته وجود اینا خشمیست که اگر شما ازشون انتقاد کنید، بهشون اعتراض کنید، چون این وجود باد کرده رو شما با یه سیخی بادش رو میخوابونید. به همجاز که این آدم ها تحمل انتقاد رو ندارن، این آدم ها تحمل رعایت حال دیگران ندارن. این آدم ها فقط من و فقط من به هزینه دیگران. اینکه آدم بگه من و خود دوستی باشه اشکال نداره، من همه چیزو به هزینه خودم میپردازم. روزی که به هزینه دیگران هست مسئله است. بنابراین شما آدمای دنیا رو سه گونه میبینید: یکی خود دوست، یکی خود ناپسند، یکی خود پسند. خود پسند و خود ناپسند هر دو در ته وجودشون تنفر از خوده. و همین است که من بارها تو کار تراپی دیدم خانم یا آقای جلوی من نشستن، گردن کلفتی کرده، زور گفته، ناسزا گفته، همه گونه رفتاری علیه مثلا همسرش یا فامیل یا بچه ها انجام ده. یه جایی میرسه که یا به دلیل گفتگو یا به دلیل شرایط بدی که درش قرار میگیره یه دفعه میفته رو پای آدم، التماسم میکنه، معذرتم میخواد. این همون موشه است که فقط شما پوستشو کندید، پوست شیرشو کندید و گندش در آمدید. به همین جد است که تمامی آدم های گردنکش، تمامی آدم های خودخواه، خودپرست و خودپسند که به حریم حقوق همه تجاوز میکنن، ته وجودشون یه موش ترسوی بیشتر نیستن. ولی برای ترساندن دیگران در این دنیای تاریک رفتن تو پوست شیر، یه بلنگو هم گوشتن دم دهنشون که امروز از طریق وسایل ارتباط جمعی و داد میزنن و فریاد میزنن و مردم رو به وحشت میندازن و دیگرانی رو که کوچکن. بنابراین چرا به بانوی ارجمند اول عرض کردم مشکل شما وقتی پرسش همسرشون بود ایشون خودشو دوست نداره؟ برای که دوست نداره، برای که ایشون تمام علائمی رو به من نشون داد که نه کارهای خوب رو میکنه، نه مواظب و مراقب خودشه که کارهای بد رو نکنه، نه هزینه و مسئولیت و پیامد کاراشو قبول داره که دیدید این گفت توجیه نمیکنم ولی میکرد، نه به حریم حقوق کسی تجاوز کنه، به حریم حقوق همسرش و خودش تجاوز کرد. بنابراین من ایشون رو کسی میبینم که خودش رو دوست نداره و اگر خودش رو دوست میداشت هیچ کدوم از این کارها رو نمیکرد. بنابراین این موضوع موضوع بسیار عمیق و دقیقیه که متاسفانه در بیشتر فرهنگ از جمله فرهنگ ما گم شده. متاسفانه بیشتر مردم ما خود دوستی رو، سلف لاو رو، با خودپسندی، سلفیشنس یکی میدونن.
ظاهرش ممکنه این باشه، ولی یادتون باشه اون آدمی که خودشو دوست داره کی بود. همه کارهای خوب رو میکرد، کارهای بد رو نمیکرد، هزینه و مسئولیت و پیامد و نتیجه رو میپذیرفت و حریم و حدود و حقوق دیگری و حرمت دیگری تجاوز نمیکرد. من چه مشکلی با ندارم. به همین جهت که ما قراره خودمون رو دوست داشته باشیم. حالا روزی که من خودم رو دوست داشته باشم، ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری هم پیدا کنم. حالا میتونم به شما هم علاقه من بشم در ابعاد مختلف، دوستی شما رو، صمیمیت شما رو، نزدیک بودن به شما رو بفهم بپذیرم. در یه رابطه زن و مرد هم میتونم عاشق هم بشم. اما روزی که شما با یه آدم خودناپسند یا آدم خودپسند روبرو هستید، نه، اون از خودش بدش میاد، از شما بدش میاد، به دنبال آزار خودشه، به دنبال آزار شماست. من اینکه خودمو 10 دفعه آزار میدم، 10 تا چاقو به خودم میزنم، از اینکه چاقو به شما بزنم پروا دارم؟ من میگم شما برق از خود ترکیبش هم میبینی، طرف میره چند نفر رو میکشه بعد خودشو میکشه. علتش همین است که اون تنفر از خود و دیگران نزدیک همه، فقط بیشتر آدما یا به کشتن دیگران میپردازن یا به کشتن خودشون. ولی اونایی که فرصتی پیدا کنن، که غالب اوقات کسانی بودن که شما میگید که تحمل میکرده، گذشت میکرده، اون تنفر از خود و دیگران اونا رو به اینجا میرسونه که انتقامشون رو به حساب خودشون از دیگران بگیرن، بعد انتقام خودشون هم از خودشون، بعد یه در میکشن بعدن خودشون میکشن. موضوع یه ظرافت و در حال دقتی داره و به همین جاست که ما قراره خودمون و عزیزان و فرزندانمون رو خود دوست بار بیاریم. وقتی یه چنین کاری بکنیم، اون وقت است که خاطرمون راست است، برای خودشون و برای همه مفیدند و مثبت و سازنده. در غیر این صورت گیر است و گرفتاری. منی که خودم رو دوست ندارم، حتما شما رو دوست ندارم، حتما بچه‌هامم دوست ندارم. بچه‌هام در یه حدی دوست دارم که برای من فایده دارن. به همین جاست که وقتی مطابق میل من عمل نکردن، آغشون میکنم و نفرینشون هم میکنم و طردشون هم میکنم و حتی برخی از اوقات اگر بتونم بهشون آسیبی هم مستقیم و غیر مستقیم میزنم. این گرفتاری است که مردم خودخواه و خودناپسند در طول تاریخ داشتن، در حالی که خود دوستی اجازه هیچ کدوم از این کارا رو تحت هیچ شرایطی به هیچ کسی نمیده. امیدوارم این توضیح براتون کافی باشه. من به پیام ها برسیدم ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. بسیار تشکر از لطفتون. دو تا سوالی که من سالهای سال داشتم جواب بدید. دستتون درد نکنه. در مورد تکبرم یه اشاره کردید، واقعا خیلی تشکر از لطفتون. قربان شما، ممنون میشم. خداحافظ. مرسی عزیز، ممنونم.